Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın. Mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın. Hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın. Mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın. الو چالا سلام بورک، چه خبر؟ چی کار میکنی؟ چی کار میتونم بکنم؟ دارم سعی میکنم از شوکه که به این پروژه شده بیرون بیام. تو زمین گلف با دنیز رو در رو شدم. اونم به من عکس دوست پسرمو که دست تو دست با یه دختر دیگه تو روزنامه ها پخش شده رو نشون داد. یادم نمیاد تو زندگیم اینقدر خجالت کشیده باشم. نفهمیدم چطوری از پیشش فرار کردم. این دفعه توضیح چیه؟ گرچه همه چیز کاملا واضحه اما اونطوری که دیده میشه نیست. چطوره ها؟ بازم میخوای بگی اون دختری که پیشت بود دوست دختر ولکانه؟ آره همینطوره، واقعا همینطوره، دوست دخترشه. شب با هم رفته بودیم اونجا، دعوا شد، نفهمیدیم چطوری خودمون از اون بار بکشیم بیرون. موقعی فرار کردنم تو دست دختره رو گرفتی؟ این دیگه چه جور دروغیه؟ دروغ نیست بابا، دروغ نیست. وقتی داشت فرار میکرد چند بار داشت میافتاد، منم دست اصلی رو گرفتم. وای چاله، حرف منو باور نمیکنی؟ پس اسمش هم اصلیه. من گفتم اصلی. آره گفتی اصلی. اسم دختره اصلی؟ آره اصلیه. فکر کنم در مورد این چیزا رو در رو حرف بزنیم بهتره. منم با اصلی آشنا میشم. میخوای بیا اینجا؟ چیه، مگه مشکلی داره؟ نه، چه مشکلی میخواد داشته باشه آخه؟ باشه پس اومدم حرف میزنیم. راه افتادم بهت خبر میدم. میبینمت. یعنی چی آخه؟ من الان چیکار کنم؟ اصلی چی شده؟ من دارم برمیگردم استانبول. چی شده؟ اخراج شدم. چی؟ چرا؟ بازم به خاطر اون احمق. باورم نمیشه. چی شده؟ چرا ناراحتی؟ ولکان با یکی رابطه داره. چی؟ میگفتی به این آسونی نمیتونه منو فراموش کنه. خوبه والا، هنوز یه ما نشده یکی دیگر رو پیدا کرده. این که یکی دیگر رو پیدا کرده به این معنی نیست که منو فراموش کرده. ولکان منو میخواد و دوباره مال من میشه. پس فردا صبح طبق صحبتهایی که کردیم با سازی روفگاردن شروع میدیم. بله خوبه. پس من دستورات لازم رو به پرسنل میدم. خیلی خوب میشه. پس دیگه تا فردا با امید دیدار. باشه، موفق باشین. بله داداشونم. داری چی کار میکنی عزیزم؟ چی؟ با جانس اومدیم کافه باریش، یعنی داداش باریش، یه چیزایی بخوریم. تو چی کار میکنی؟ هتل چطوری پیش میره داداش؟ خوبه، همه چیز رو به راهه. نگران تو شدم. نگران نباش داداش، باریش اونجاه. آره اینجاست داداش. خوش اومدین دخترم. سلام. ممنونم، منم دارم با داداشم حرف میزنم، سراغ تو رو گرفت. بهش بگو امشب میام بودروم، لوکیشن هتل رو برام بفرسته. باشه میفرستم بیاد. میگه میفرستم، بگو بیاد. بگذاریم عزیزم، چیزی نیاز نداری؟ نه. میگم میشه منم بیام بودروم؟ این از کجا در اومد الان؟ هیچی، گفتم یه تنوعی بشه، حوصله‌ام سر رفته اینجا. خب یه چند روز دیگه افتتاحیه است، با بابا با هم بیاین. میشه امروز بیام با داداش باریش؟ نمیشه؟
باریش با تو میخواد سر کله بزنه، چرت و پرت نگو. بیا بیا، منم دارم تنها میرم، واسه منم همسفر میشی. داداش باریش میگه باشه. ادا اینقدر اصرار نکن. اوف باشی. چرا این دختر رو اذیت میکنی؟ با هم دیگه میای، مشکلی نداره. باشه پس بیایید دیگه. باشه پس میبینم. میبینم. منو ببین، لوکیشنو واسم بفرستی. باشه میفرست. باشه میبینم ایت. اجازتو گرفت. خیلی خوب، پس منم میرم وسایلمو جمع کنم. باشه، بلیط هواپیما رو من میگیرم، وقتی راه افتادم میام دنبالت. باشه پس با هم در ارتباطی. باشه میبینم. من داری با باریش میری بودروم. وای آره، من از هیجان بیهوش میشم، یعنی واسه این که الان نپرم هوا خودمو به زور نگه داشت. داری نگاه میکنه از پشت. خوش اومدی. رفت داخل الان. خیلی خوشحالم. سری باید برم حاضر شم. وای فکرم باید خریدم برم، یه چیزی میخرم که منو بزرگتر و جذابتر از خودم نشون بده. حتما یادت رفته که داداشت هم اونجاست. وای آره، از هیجان نمیدونم چی کار میکنم. چطور تو رو انداخت توی سخت؟ ممکن بود خفشی. آره هم داشتم میمردم و همین که اخراج شدم، اونم برای بار دوم. کاش اصلا نمیومدم. چرت و پرت نگو لطفا، دیگه این حرفا رو نزن، تو تقصیری نداری. یه جایی دیگه برای دنبال کار میگردیم، نمیتونی همینطوری با عجله برگردی. میخوای اینجا منو تنها بذاری؟ من بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم. ببین ولکانم اینجاست، میخوای این فرصت رو از دست بدی؟ چه فرصتی قنچه؟ اون مشتری همچین هتلیو من حتی نتونستم از پس کار کردن اینجا بر بیام. روی بافی بی خودی فایده ای نداره، بعدش بیشتر ناراحت میشم. باشه خودت میدونی. خیلی سری میخوای برگردی؟ زنگ میزنم از مامانم پول میخوام، فرستاد برمیگردم. وایسا فوری زنگ نزن. کجا؟ منتظرم باش، الان میام. بفرمایی. خوش اومدی. سلام، میشه یه چیزی بپرسم؟ البته بفرمایی. خانم این چقدر میشه؟ این دختر کجاست؟ عمرن الان قبول کنه. باید یه جوری خانهش کنم دیگه. سلام آقا بوراک، منم داشتم دنبال شما میگشتم. خیلی ببخشید، خوبید دیگه؟ آره خوبم خوبم. کارهای لازم در مورد اون پرسنل انجام شده، اصلا نگران نباشید. یعنی چی؟ از کار اخراجش کردیم. آخه برای چی اخراج میکنی؟ مگه من شکایتی کردم؟ آقا بوراک وقتی شما اونجوری رفتار کردیم. بی خیال بابا، از هتل رفته بیرون، چطور میتونم پیداش کنم؟ من همین الان پرسجو میکنم بابا. باشه خیلی خوب، سریع باش بجام. این پولو از کجا آوردی؟ الان ول کن از کجا اومده، فقط بگیرش. حداقل اجازه بده به خاطر تو این کارو بکنم. خونچه دستبند تو فروختی؟ ای بابا از مد افتاده بود. من میدونم چقدر اون دستبند رو دوست داشتی، من نمیتونم این پولو قبول کنم. آسلی اگه قبول نکنی منو بیشتر ناراحت میکنی. هم تو رو کشوندم اینجا، هم باعث شدم پولمونو بدزدن. به خاطر همین لطفا اینو بگیر. اگه قبولش کنی خوشحال میشم. خیلی ممنونم عزیزم، این خوبی تو هیچ وقت فراموش نمی کنم. اصلی خانم همون که امروز تو استخر بار شروع به کار کرد اونجاست؟ باید سریع ایشونو پیدا کنه. آقا فاتح یکم قبل کاره خروجش رو انجام داد، ممکنه بیرون رفته باشه. باشه آیلین خانم، ممنونم. خب چی شد؟ مثل این که اخراجش کردن قربان. تو رو هم تو
شرایط بعدی قرار دادم اردم، معذرت میخوام. مشکلی نیست، ولی نمیخواستم اینطوری بشه. ناراحت شدم. ببین هنوز یه روز نشده از کار اخراج شده. مدیرای ما تو رفتار با مشتری خیلی حساسن، اصلا کوتاه نمیان. اونا هم از نظر خودشون حق دارن، یعنی نمیدونن که چی شده. بگذاریم، اتفاقیه که افتاده ازش نید خوشحال شده. منم اصلی جون. برای همه چیز ازت ممنونم. قنچه دست تو امانت، حواست بهش باشه. باشه، نگران نباش. نه الان گریه میگیره، چرت و پرت نگو. تاکسی اومد. باشه. خیلی ممنون. برای کاش نمیرفتی. خیلی خوب، بگذاریم. رسیدی حتما خبر بده. باشه. باشه، بهت زنگ میزنم، در ارتباطیم. وایسا وایسا وایسا. اونی که تو تاکسی بود دوستت بود؟ تو میدونی کجا رفت؟ داره میره فرودگاه، چون به خاطر یه آدم بی خود از کار اخراج شده. در ضمن تو کی هستی؟ برای چی میپرسی؟ باشه ممنون. تاکسی هست؟ بله الان خبر میکنم بیاد، اگه میخواید داخل بشینید. بعضی موقع 15 دقیقه طول میکشه. من اونقدر زمان ندارم. هی پیاده شو، پیاده شو، زود باش زود باش. سلام آقا بوراک، من ماشینو برای چند دقیقه لازم دارم. آقا بوراک مسئولیتش با منه. الان برمیگردم، چیزی نیست. این یکم رقیق به نظر میرسه. شما بهتر میدونید دلچین خانم. من بین این و اون موندم. رنگ بنفشش به نظرم بهتر. نظرت اینه؟ آره انگار. سلام. خوش اومدی دخترم. اینا درش حتما باید طلایی باشه، درسته؟ بله همینطوره. تو چی میگی؟ ها چاله جون، به نظرت کدومشون؟ بنفش قشنگه. آه حالیه، پس بنفش باشه. بقیه رو بعدن ادامه میدیم. باشه، هر طور شما بخواین. چالا جون چی شده عزیزم؟ من امروز میخوام برم بودروم مامان. بوراک زنگ زد؟ بله. خیلی خوبه، پس مشکلی که بینتون بود و حل کردیم. زیاد اونجوری به نظر نمیاد. امروز دوباره بوراک تو خبرها بود، اونم این دفعه با یه دختر دست تو دست. باورم نمیشه. خب چه توضیح بهت داده؟ هیچی، دوباره گفت دوست دختر ولکانه. اسمش هم اصلیه. من میرم باش حرف میزنم و مطمئن میشم که داره واقعیتو میگه. به خاطر همین بهش گفتم امروز میام بودروم و با اصلی آشنا میشم. اون چی گفت؟ چی میخواد بگی؟ اولش یکم استرس گرفت و گفت مگه به من اعتماد نداری؟ من فکر نمی کنم بوراک دروغ گفته باشه، اما بازم رفتنت کار درستیه. با دختر آشنا میشی و خیالت راحت میشه و تفریح هم میکنی. تازه آخر هفته هم افتتاحیه هتل و قرار بود که همه با هم برین، الان تو زودتر میری. او افتتاحیه دارن؟ ببینم تو از کجا میدونی ها؟ آقا سینان زنگ زد و دعوت کرد. آقا سینان چرا زنگ زده؟ تو رو دعوت کرده. چرا دعوت نکنه؟ ما با هم همکاری میکنیم. آخ یادم رفت که بهت بگم، از این به بعد تمام محصولات بهداشتی هتل رو ما میدیم. حتی فردا جلسه هم داریم. یعنی فردا میری استانبول؟ البته تو برنامه‌ام بود فردا برم، ولی حالا که تو داری میری منم امروز میرم استانبول. و حالا که میرم میخوام با سلدا هم بشینم حرف بزنم. در مورد چی میخواین حرف بزنیم؟ اینکه قبل از تموم شدن تابستون یه نشون برای تو و بوراک بگیریم. خب اینجوری هم دهن ملت بسته میشه، هم بوراک یکم رابطتون رو جدی میگیره و طبق اون رفتار میکنه. میفهمی که چی میگم؟ فکر نکنم بوراک خیلی به این کار تمایل داشته باشه. تمایل داشتن بوراک زیاد مهم نیست. من و سلدا اون قضیه رو حل میکنیم. بعد از پخش شدن این خبرو پیش ما خیلی شرمنده میشن. از طرفی هم مطمئنم که اونم با من هم عقیده است. تو نگران نباش دختر خوشگلم.
راننده اون ماشین پشتی رو میشناسید؟ بازم تو؟ ولم نمی کنه. چیزه داداش، من اونو نمیشناسم، راه تو برو. ای بابا وایسا دیگه. کلاس وایسا؟ چیه؟ چی از جونم میخوای؟ میگم خیلی مهمه، باید حرف بزنیم. به راننده بگو نگه داره یه لحظه. نگه نمیدارم. لجبازی نکن، زود باش، میگم مهمه. زود باش دیگه. اوف اوف، داداش جون میشه یه جای مناسب نگه داری؟ البته. بلای جون منی، به خاطر تو از کارم اخراج شدم، کم مونده بود بمیرم. دیگه چی از من میخوای؟ چی؟ ببین واقعا میگم متاسفم، اما تو هم کم واسه من بلا نبودی. همون دعوای توی بار هم بالا آوردنت رو من. بگذاریم، من با هتل حرف زدم، دوباره میتونی کارتو شروع کنی. واسه این اومدی دنبالم؟ در اصل یه چیز دیگه هم هست. کیفمو بده ببینم. اگه میخوای درباره اون تو راه حرف میزنی. ول کن دیگه، ول کن. بهت میگم چمدونم رو گل کن. کجا میری؟ وایسا. با تو هیچ جایی نمیام. به خاطر تو تاکسی ما هم از دست دادم، از پروازم جا میمونم. اوف. ببین میای یا نه؟ سوار میشی یا نه؟ ببین برای بار آخر دارم میپرسم. صندوقو بزن. خواستی به هم بگی؟ کجا داری میری؟ میشه بری فرودگاه؟ کارتو دوباره پس گرفتم، دیگه لازم به رفتن نیست. اوف، از روزی که با تو روبرو شدم یه روز بی درد سر ندارم. لطفا میشه بری فرودگاه؟ که میدونی کجا داری میری؟ خب معلوم، این یه راه میانبره. خب چی میخواستی به هم بگی؟ میشه بگی؟ همین رو کم داشتیم. چی شده؟ چرا وایستادی؟ گیر کردیم تو گل. من که بهت گفته بودم چرا داریم اینجا میری. الان باید چی کار کنی؟ اگه یه لحظه ساکت شی یه چاره پیدا میکنم. اصلی میشینی پشت فرمون؟ که رانندگی بلد نیستم. تو کلن چی بلدی؟ اوف بی خیال، حالا برو پشت فرمون، بهت میگم چی کار کنی. سخت نیست، ماشین اوتوماتیکه.
باشه الان چیکار کنم؟ ببین ماشین روشنه، الان فقط باید گاز بدی. میدونی دیگه کجاست؟ اون زیر رو نگاه کن. معلومه که میدونم. زود باش. پیدا نمی کنم، درسم سرم داد نزن. فاسری ببین اون پدالی که سمت راسته، یعنی گاز، اونو خیلی کم فشار بده. حالا یکم بیشترم و زیادم نه، باشه؟ باشه فهمیدم. بجنب بیشتر، گاز بده، گاز، گاز بده. خودت خوبی؟ خوبم، خیلی معذرت میخوام، ماشین تو داغون کردم. اگه ماشین من بود مشکلی نداشت. اما مگه ماشین مال کیه؟ نمیدونم، برای اینکه بتونم به تو برسم ماشین یکی از مشتریای هتل رو گرفتم، نمیدونم واسه چیه. یعنی دزدیدی؟ با ماشین دزدی تصادف کردی؟ فقط دستگیر شدنمون کم بود. زود باش، پاتو بودو 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 بودو. زنبورا تو آب کاری ندارن، بجو بیا. من نمیتونم بیام. باشه نگران نباش، من تو رو میگیرم، تو فقط استرس نگیر و منو غرق نکن. باشه بیا دستمو بگیر، زود باش. باز کجا قیبش زدی؟ چاله؟ حاضر شدی دخترم؟ آره. براننده چیزایی که بعد میگفتم و گفتم چند ساعت دیگه میتونی راه بیافتی. باشه مامان جون. به بوراک خبر دادی دیگه؟ زنگ زدم خبر بدم، اما در دسترس نیست. بازم زنگ میزنم. ببینم تو داری میری استانبول؟ آره منم کم کم حاضر میشم و میرم. به خاله سلدا زنگ زدی؟ نه، اول تو زنگ بزن احوالشو بپرس و بعدش هم بده به من. به هیچ وجه فراموش نکن بهش بگی داری میری بودروم با بوراک حرف بزنی. یکم استرس بگیره براش بد نیست. خیلی خوب. قالب لباساتون یکم تنگ نشده؟ نه خیلی خانم. اما کوپ لباسای شما تو تن من میشست. این چاله جونم. سلام خاله جون، چطورید؟ وقت دارید؟ وقت دارم عزیزم، برای تو همیشه وقت دارم شیرینم. چطوری؟ خوبم ممنون، شما چطوری؟ خوبم جونم، منم اومدم خرید چون افتتاحیه هتل ماست، داشتم به خاطر اون لباس انتخاب میکردم. با مامانت با هم میایید دیگه برای افتتاحیه؟ بله، اما من از امشب میرم بودروم. باشه جونم، مشکلی که نیست چاله جونم. راستش لازم بود با بوراک رو در رو حرف بزنم. خاله خبرهای امروز رو دیدین یا نه؟ دیدم، جدا که نمیشید مگه نه؟ این که چی میشه رو من نمیدونم خاله جون. امیدوارم حرفایی که بوراک زده درست باشه. درسته عزیز دلم، درسته. واقعیتش اینه که بوراک هم از این اتفاقا خیلی ناراحتی، میگه مامان من هیچ تقصیری ندارم. تو میدونی بوراک بچه یه که همیشه به من راستشو میگه، همیشه. حالا خواهیم دید، بگذاریم. مامان من میخواد با شما صحبت کنه، با امید دیدار. الچین جون چطوری عزیزم؟ خیلی ممنون سلدا جون. سلدا من امشب دارم میام استانبول، تو وقت داری که با هم یه قهوه بخوریم؟ واقعا خیلی خوشحال میشم، اگه میخوای راننده رو بفرستم دنبالت تو رو بیاره. لطف داری جونم، اصلا نیازی نیست. باشه مشکلی نیست، هر وقت تو بخوای من میام پیشت. میبینمت عزیزم. باشه عزیزم، میبینمت. وای الان الچینم این اتفاقا رو شنیده و ناراحت شده. یعنی به خیر و خوشی انگشتر تو دست اینا بکنیم و راحت بشیم. سلده خانم نظرتون در مورد این مدل چیه؟
این با مزه است، اما واقعا دارم میگم قالب لباساتون یکم کوچیک شده. نگاه کن میبینی؟ گوشیم داغون شد. اوف، الان چی کار کنیم؟ باید برگردیم سمت ماشین، چون کیفم، چمدونم، گوشیم، همه چیم تو ماشین مونده. من عمرن دوباره بر نمیگردم اونجا. بریم تو راه یکی رو پیدا کنیم کمکمون کنه، بقیهش حل میشه. میوه مخلوط لطفا. چشم. یه کوکتل میوه ای لطفا. چه؟ حالت خوبه؟ خوبه. با اصلی حرف زدی، مشکلی که پیش نیومده. زنگ زدم اما جواب نداد. اوه، آخه اصلی برای چی رفت؟ تو چیزی میخواستی به هم بگی؟ هم نگران تو شدم، هم چیزی میخواستم بگم که امروز تو هتل مهمونی سلام تابستون داریم، گفتم اگه کاری نداری شاید با هم بریم. عالی میشه. نه منم دیگه داشتم کم کم از موندنم پشیمون میشدم. دو ساعت دیگه کار دارم، بعدش آزادم. خیلی خوب، پس از میبینم ات دیگه. میبینم ات. چیکار کنم؟ یکم با آدم خوش میگذرونم دیگه. ای بابا اصلی، یه شب دیگه میموندی مگه چی میشد آخه؟ حاضره، میتونی ببری. صدای شکم هم بود، خیلی گشنمه. منم گشنمه. ها، شانس با همون یار بود. بیا بیا. بدون اجازه بریم تو باقی یکی دیگه؟ بیا بریم ببینیم کسی هست یا نه. اینجا کسی نیست؟ هیچکی نیست؟ انگار کسی نیست. شایدم واقعا شانس با ما نبوده. بیا بریم شکممونو سیر کنیم بابا. نمیشه، بدون اجازه نمیتونیم بگیریم. الان دیگه میتونیم. بیا اونه که رسید از بالاست. چطوری بریم بالا؟ این اطراف نردبونی چیزی نیست؟ چه نردبونی؟ درخت به این کوچیکی. خب برو بالا. نمیشه، از ترس این که بیفتیم با مامانم اجازه نمیداد. باشه من میرم، کله بچگیم روی درخت رو گذاشته. خیلی خوب، مراقب باش نیفتی ها، بعدش چلاخشی مجبور بشم کولت کنم. خنده دار بود. حواست باشه دیگه کجا رو نگاه میکنی. خیلی خوب، چرا فوراً عصبی میشی؟ باشه این دفعه بنداز میگیرمش. خیلی خوب.
بیا. باشه، اما به هم کمک کن که بیام پایین. باشه. آی. خوبه گفتم بهم کمک کن. ببخشید حس نمیزدم اینقدر سنگین باشی. تراکتور داره میره، زود باش پادو. خب یعنی چی؟ سوار تراکتور شی؟ دیگه به ماشینای لوکس عادت داری. ببخشید با اینا مدارا کن. داداش، داداش وای نیستی؟ داداش جون، داداش جون وایسا، تو رو خدا وایسا. داداش، عمو جون، هر چی هستی وایسا لطفا. عمو جون، ماشین ما خراب شده، ما رو تا جاده میرسونی؟ معلومه میرسونم، سوارشید بریم. زود باشید سوارشید بریم. ممنونم. حاضرید؟ نشستید؟ آره. باشه پس بریم. به موقع بود، از بچگیم سوار نشده بودم. تو هم دوست داشتی مگه نه؟ خیلی. ای بابا، آخه تو چی میفهمی؟ چی میخواستی به هم بگی؟ یه خواسته کوچیک ازت دارم. از من چیزی میخوای؟ خب اون چیه؟ بذار برگردیم هتل، اونجا بهت میگم. حتما عصبانی میشم. آره، واسه یه همینه که چیزی نمیگی. تو از چیزی که فکر میکردم دختر باهوشتری هستی. یعنی چی الان؟ فکر میکردی من احمقم؟ منظور من اون نبود دیگه. تو آره دیگه، منظورت همین بود. چی میخواست باشه؟ تو فکر کردی من احمقم؟ آخه مگه من چی کار کردم که تو فکر کنی من احمقم؟ چرا باید به همچین چیزی فکر کنی؟ خیلی دیرم شد. خوش اومدی ندا خانم. ممنون. میشه اونم این بدی؟ دخترم، همه یه مرکز خریدو اینجا جمع کردی؟ اینجوری به نظر میرسه بابا جون. میشه اینا رو ببرین تو اتاقم؟ باریش میاد دنباله تره؟ آره بابا جون. اگه میخوای من برسونمت. اما نه، نمیخوام بابا جون. آخه داداش باریش تو راه، خودش میاد دنباله. تو که هنوز حاضر نشدی. زود باش، عجله کن. باشه باشه. جانم عزیزم. عزیزم راه افتادی؟ یکم دیگه راه میافتم. منم الان رسیدم. ببینم هنوز اصرار داری که نیام فرودگاه دنباله؟ آره، اگه یادت باشه دفعه پیش نزدیک بود که لو بریم. دیگه نمیتونم اینو به جون بخرم، خودم میام. باشه جونم، هر طور تو بخوای. اهدا هم داره میره بودروم، درسته؟ آره. خوبه، پس میبینم از خدافز. تو کیو میخوای ببینی ماما؟ سینم خانمو تو نمایشگاه. منم برای اینکه به ترافیک نخورم بهتره که راه بیفتم. ببینم تو چی کار کردی؟ با بوراک حرف زدی؟ نه خیر. آخه این چه بیمسئولیتیه؟ مگه نمیدونه که تو میخوای بری؟ اگه میخوای به ولکان زنگ بزن. شلوارمو برداشتم، تیشرتام هم برداشتم، لباس سفیدم هم گذاشتم. اینجاست. وای کفش پاشنه بلندم کن. اینا رو ببرم نه؟ آره همین رو برمیدارم. وای هنوز اترام هم نزاشتم. الو جانم. ادا جون آماده ای؟ آره تقریبا آماده. باشه عزیزم. منم نزدیکم، میبینمت. میبینمت. وای بهم گفت عزیزم، اگه بگی عشقم و قلبم، اگه بگی زندگی من، حرفو چی کار کنم؟ ادا جون بودو، تو هنوز حاضر نیستی؟
حاضرم. ادا جون تو چند روز میخوای تو بودروم بمونی؟ احتمالا کل تابستون رو میخوای اونجا بمونی. چرا که نه. بچه ها من شما رو اینجا پیاده میکنم، اشکالی که نداره. نه نه عالیه. خیلی ممنونم عمو جون. خواهش میکنم. بدهیمون چقدر میشه؟ بدهی؟ چه بدهی؟ مگه من چیکار کردم؟ برید مراقب خودتون باشید. به سلامت. ممنونم. سلام. سلام، میتونم از تلفنتون استفاده کنم؟ بله بفرم. تو یه چیزی برای خوردن بردار، منم به پسرم اون زنگ میزنم ماشین بفرسه. باشه. ولکان بوراک توی؟ پسر تو کجایی؟ از صبح تالا دارم بهت زنگ میزنم. تازه ماشین مشتریم گرفتی رفتی. تو دیوونه شدی؟ ببخشید داداش، آدرس اینجا چی؟ پمپ بنزین کنار اتوبان محله کاینار. ببین تو محله کاینار پمپ بنزین از کنار اتوبان، یه ماشین بفرست من از اینجا بیاره. چی شده؟ نکنه با تصادف کردی؟ آره ولی چیز جدی نبود، وقتی اومدم حرف میزنی. باش الان یه ماشین میفرستم. اوف بوراک، یه روز بدون دردسر نداری. خیلی ببخشید. تمومه، حلش کردم، میان دنباله. وسایلم چی میشه؟ اونا رو هم حل میکنم، نگران نباش. همین چیزا رو فقط گرفتی؟ آره. دو تا تیشرت هم بهمون میدی؟ البته. مال من لارج باشه، سایز من لارجه. تو هم لارج میپوشی دیگه نه؟ خیلی خنده داره. مال من اسمال باشه لطفا. خیلی خب، چقدر میشه؟ 50 لیر. میدونید این اولین بار نیست که با اونا کار میکنیم، قبلا هم باهاشون همکاری داشتیم. ببخشید الان میام. بله چالا. ولکان سلام. بوراکو نمیتونم پیدا کنم، پیش توه؟ نه پیشم نیست، یکم پیش زنگ زد، فکر کنم یکم دیگه برسه. یه تصادف کوچیک داشته ولی چیز مهمی نیست، نگران نباش. من الان یه ماشین براش فرستادم تا بیاد هتل. مطمئنی چیز جدی پیش نیامده؟ آره مطمئنم، نگران نباش. من دارم میام بودروم، یکم دیگه راه میافتم. میشه وقتی بوراک اومد بهش خبر بدی؟ آه واقعا خبر نداشتم. باشه من به بوراک میگم. باشه پس اونجا میبینمت. میبینمت، سفر خوبی داشته باشی. حالا که رسیدیم هتل هر چی می‌خواستی بگی و بگو.
میخوام دوست دختر پسرمون بشی. یعنی اونجوری رفتار کنی؟ متوجه نشدم. چرا باید مثل دوست دخترش رفتار کنم؟ دیشب وقتی داشتیم از بار فرار میکردیم عکسامونو گرفتن، امروز تو روزنامه چاپش کردن. چی؟ تو روزنامه چاپ کردن؟ اگه مامانم ببینه من نابود شده. نگران نباش بابا، صورتت مشخص نیست. خدا رو شکر. منم مجبور شدم به دوست دخترم بگم که تو دوست دختر پسر عموی منی و اونم امروز داره میاد اینجا و به طور طبیعی میخواد با جناب علی آشنا بشه. امروز هم همه با هم تو مهمونی هتل شرکت میکنیم. چی میگی؟ چی میگم؟ معلومه که نه. نه؟ بعد از این همه بلایی که سر من آوردی یه کار کوچیکم نمیتونی بکنی واسه؟ تو هم نمیشه گفت کم بلایی سر من آوردی. میشه جمله های منو تکرار نکنی لطفا؟ خیلی شرمندم. من نمیتونم مثل دوست دختر کسی رفتار کنم. یکی دیگر رو پیدا کن. آخه دختر دیگه ای از کجا پیدا کنم که شبیه تو باشه؟ مگه نگفتی صورتم دیده نشده؟ دیگه یه ذره معلومه دیگه. تو به هم بالاخره کمک میکنی یا نمیکنی؟ فقط وقتی تصمیم میگیری در نظر داشته باش که روم بالا آوردی. ممنون میشم. باشه بابا، ولی فقط برای یه روز. هر حرکت اشتباهی بکنی. باشه، نگران نباش. فقط باید برای مهمونی امشب یه چیزایی تهیه کنم. با من بیا. بفرمایید. ممنون. برای مهمونی یه چیز خوشگل و شیک میخواستیم، میشه به همون کمک کنی لطفا؟ البته. اگه بخوایم میتونیم خودمونم بگردیم. تو ماه عسل هستی؟ تیشرتتون خیلی خوشگله. یعنی چی؟ مگه چی؟ حرفامونو یادت نمیره که؟ نگران نباش. به هیچ وجه سوتی ندی. چرا سوتی بدم؟ از اتاق بیرون نرو، منم بفهمم برنامه چیه بهت خبر میدم. تو هم تا موقع حاضر شو. باشه. ولکانم خانه کنی دیگه تمومه. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da beni istersen. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın.